زیاد امیدی به کسب عنوان قهرمانی ندارم، مگر اینکه فردا سپاهان در مقابل سبای قم نتیجه خوبی رو نگیره، اون وقت شاید در هفته پایانی مقدار حساسیت بیشتر بشه. بریم ورزشگاه آزادی و همکارم جواد خیابانی. سلام ویژه هم عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم مقیم خارج از کشور، ایرانیان و فارسی زبانان عزیزی که از طریق شبکه جهانی جام جم و برنامه گزارش ورزشی این مسابقه را نگاه می‌کنند. مختصر باشید، هفته 31 فوتبال لیگ برتر ایران با نتیجه 2-1 به نفع استقلال که حالا میتونست 3-1 بشه. ضربه‌ای که ایمان مبعلی با توی پا و بغل پا زد و میتونست یه گل قشنگ برای استقلال بزنه، ولی هوری شانس آورد که توپ از کنار دروازش به بیرون رفت. در هفته 31 زباهن امروز 2-1 به پاس همدان باخت. استقلال فعلا 2-1 از صنعت نفت آبادان جلوه. فردا پرسپولیس با نفت بازی خواهد کرد و بازی سپاهان با سبا که من عرض کردم فردا برگزار خواهد شد، گویا به پس فردا یعنی دوشنبه موکول شده. به حال بازی هایی که در هفته 31 برگزار میشه تقریبا میتونه شکل قهرمانی رو مشخص بکنه، به خصوص بازی سپاهان با سبا که منتظر اون بازی حتما طرفداران فوتبال خواهند بود. یه جورایی میشه گفت حکم فینال بازی های تیم سپاهان رو داره که اگر سپاهان ببره شرطش برای قهرمانی خیلی مهیا میشه. بازیکن استقلال روی زمین افتاده، هدایت شهریاری رو میبینید، بازیکنی که عرض کردم در تیم‌های مثل تراکتورسازی تبریز در سال‌های قبل و سپاهان هم بازی میکرد. با سپاهان فکر میکنم در لیگ دوم قهرمان لیگ برتر هم شد. بازی جوانمردانه بازیکنان صنعت نفت باعث شد که حتی تماشاچی استقلال به احترام اونها بیستن و براشون دست بزنن. بعضی من هم استقلالی‌ها پاسخ کار اونها رو میدن. پشت دفاع استقلال محمدی بیرون میاد و توپو در اختیار استقلال در خانه میزبان تیم صنعت نفته، در حالی که استقلالی ها در بازی های خانگی تیم هشتم جدول هستند با 15 بازی 8 برد 4 مساوی و 3 باخت داشتند. توی بازی های خانگی سپاهان اوله، مس دوم و صنعت نفت سوم. تو بازی خارج از خانه تیم استقلال اوله. جالبه بدونید که استقلال تو بازی خارج از خانه از 15 بازی 7 برد داشته، 6 مساوی، فقط 2 باخت. و سپاهان در بازی های بیرون از خانه دومه در جدول. اما در مجموع خب میدونید که سپاهان اول و استقلال فعلا دوم و زباهن سومه. کورنر برای یاران صنعت نفت به سمت دروازه، نوک دستانه و نوک انگشتان محمدی که باعث میشه توپ از اون طرف به کورنر بره. تکرار کورنر از اون سمت زمین. یار شماره 6 باز هم حالا به نظر میاد از همونجا کورنر رو خواهند زد. صنعت نفت با هوری، میرتراقی، شهریاری، آل خمیس، مرداسی، مومینی، شریفی نسب، نوید کیا، تراوره، پاچاچیان و عرب در مقابل استقلالی ها بازی میکنه. ضربه کورنر از بازیکان صنعت نفت به تیر 1 میزنن. برگشت توپ از عباس آشوبی. هدایت شهریاری میگیره و برمیگردونه عقب برای حسن هوری. دروازه‌بانی که در تصویر رو میبینید. پرتاب از شیرزاد. استقلال هم با محمدی، شکوری، شیرزاد، صادقی، عمرانزاده، آشوبی، جباری، مبعلی، برهانی، سید صالحی و مولا محمد بازی میکنه. در دقیقه 50 2-1 استقلال جلو از تیم صنعت نفت آبادان. شریفی نسب
میاره برای نوید کیا که به او نمیرسه. باز هم شریفی نسب. پشت کار برای ایسا تراوره، بازیکنی که در تصویر میبینید و چهره آرش برهانی. بازیکن تیم استقلال به دنبال گلزنی است در این بازی حتما. جباری حتی پاس آنچنانی هم به برهانی تا حالا نرسیده. مهاجم اول استقلال سید صالحیه و برهانی بیشتر از جناح راست حرکت میکنه و با پا به توپ شدن خودش از تکنیک خودش برای گلسازی بیشتر استفاده کرده تا گلزنی. عمرانزاده درگیر با روح الله عرب. روح الله با حنیف درگیر هستن، دوتایی با هم که به نفع بازیکن صنعت نفت تمام میشه. یه مقدار کم تعداد تیم صنعت نفت در خط حمله. الان من فقط بچا چیان رو میبینم که در حمله حضور داره، اونم تازه شرط آفساید. آفساید هم شد. توپو که انداختن او تو آفساید بود و حسن کامرانی فر به طور دقیق آفساید رو اعلام کرد. میبینید کمک داور با تجربه است و خیلی کم اشتباه میکنه. در جام جهانی هم شاهد قضاوت‌های خوب آقای کامرانی فر بودی. صادقی میزنه. سید صالحی فرصت برای حوار مولا. با تاریک شدن هوا نور افکن‌های ورزشگاه آزادی هم روشن میشه و کیفیت تلویزیونی نسبت به نیمی اول که نیمی آفتاب بود نیمی سایه مطلوب‌تر و بهتر میشه. روح الله عرب فرصت برای صنعت نفت به سمت دروازه استقلال. مجموع میشه برگرده عقب. منبینی عرب دوباره منبینی به سمت دروازه استقلال میرن. جباری نیمی اول خیلی خوبی رو پشت سر گذاشت، اینجا رو در نیمی دوم اشتباه میکنه و کار بدی رو مرتکب شد. پشت دفاع باسم فرصت و باسم آفساید. آفسایدی که کامرانی فرنگ همین کمک داور از یاران استقلال گرفت. زمانی که توپو زدن به نظر آقای کامرانی فر آفساید بود. و ترکی هم بلافاصله تایید میکنه. تراوره کم تأثیر بوده در ترکیب بازیکن صنعت نفت. حالا آقای پیروانی به حال اعتقادش اینه که او میتونه در ترکیب تیم صنعت نفت باقی بمونه. موب علی جباری برهانی سمت دروازه خودش میاد، هنوزم هست و چیزی نمونده. دارش برهانی اگله مارادونایی بزنه و از وسط زمین تو برداره و بیاره و همه رو دریپ بزنه و بزنه تو گل. این اتفاق نیفتاد و آخرین لحظه بازیکن صنعت نفت توپ از او گرفتن. نگاه کنید اینجا دیگه این آخرین نفر اگر نبود که هدایت شهریاری است میتونست آرش به گل قشنگی دست پیدا بکنه. جباری زننده کورنر. یه ضربه سر توی دروازه، توی دروازه. هادی شکوری میزنه این گل رو. استقلال گل سوم رو به ثمر میرسونه و خوشحالی طرفداران آبی پوش استقلال در آزادی. مدافع پیشتاخته تیم استقلال نتیجه رو 3-1 میکنه و غلام پیروانی که نگران ادامه جریان بازی است. یه بار 6 تا در اصفهان خوردن از ذوبهن، یه بارم 5 تا در همین تهران از نفت تهران خوردن صنعت نفتی ها. عرض کردم در بازی های خارج از خانه وضعیت خوبی نداشته، هرچی تو خونه خوب بودن بیرون از خونه نفتی ها بد بازی کردن و بد نتیجه گرفتن. شیرزاد آشوبی عمرانزاده موب علی یه بار دیگه به سمت دروازه میرن. در 3 هفته باقی مانده استقلال هفته بعد باید با
شاهین بوشهر در بوشهر بازی کنه، بعد با ملوان در تهران و با پاس در همدان بازی خواهد داشت. سپاهان در سه هفته پایانی، البته خب سپاهان چهار تا بازیش مونده، یکیش که با سباست، با همین سنت نفت باید در آبادان بازی بکنه هفته آینده تیم سپاهان، بعد با پرسپولیس در اصفهان و آخرین بازی هم با سایپا خواهد بود در کرج. یعنی واقعا پیروزی استقلال در این بازی میتونه برای این تیم مهم باشه، اصلا بی تاثیر نیست و باید منتظر ادامه بازی ها باشیم. خطایی که یارانه استقلال مرتکب میشن و بازیکن سنت نفت باید ضربه آزاد بزنه. آشوبی رو میبینید، بازیکن خط میانی این تیم، و شریفی نسب که پشت توپ قرار میگیره. از این زاویه هم نگاه کنید که توپ کجاست و خط دروازه کجا. زاویه خوبی داره توپ، اگه بتونه شریفی نسب کاتو توی پای خوبی بزنه، نه که نمیزنه، توپ از بالای دروازه هم به بیرون میره. از این بازیکن امید شریفی نسب. موب علی خب به نظر میرسه پرویز مظلومی با شعری که طرفداران استقلال درباره فرهاد مجیدی خوندن او رو میخواد که به بازی بیاره. آشوبی، جباری، حرکت برای یاران استقلال که خوب دارن همدیگر رو پیدا میکنن. میشه گفت خط میانی استقلال واقعا خوب بازی کرد در این بازی. مسئول پوریدری، بهتاش فریبا که خودش سالها برای استقلال بازی کرد، و سایر کادر فنی تیم استقلال. شیرزاد به عقب، صادقی. تعداد پاس‌های استقلالی ها زیاده و به راحتی توپ از دست نمیدن. تو فوتبال ما کم دیده میشه که یه تیم بتونه پاس‌های زیادی رو به هم بده. یه سانتر دیگه، فرصت هست برای آن استقلال و کورنر میشه. آقای خانبان اشاره میکنه که توپ به کورنر رفته. نه کورنر استقلال و هفت کورنر نفت آبادان. نشون میده که هیچ تیمی دفاع نمیکنه. هر دو تیم وقتی صاحب توپ میشن حمله میکنن. روی کورنر بود که گل سوم استقلال به ثمر رسید. حالا هوار مولا اصلا دیگه همه چیزو به هم زد با این کارش. شاید 20 دقیقه فقط خوب بازی کرد هوار مولا. ببینیم حالا تعویض فرهاد مجیدی با کی خواهد بود، آرش برهانی یا سید صالحی یا حتی هوار مولا. شاید از هافبک ها کم بکنه آقای پرویز مظلومی. بله، هوار مولا را بیرون میاره. امیر حسین صادقی میاد، بازوبند کاپیتانی رو به دست فرهاد میبنده و فرهاد مجیدی که برادرش فرزاد مجیدی هم در ورزشگاه داره بازی رو تماشا میکنه به زمین میره. 3-1 به نفع استقلال در دقیقه 60 بازی. هوار مولا محمد خارج، فرهاد مجیدی وارد. استقلال به خط حمله خودش اضافه میکنه، یعنی به نظر میرسی که به دنبال گلهای بیشتری است تو این بازی. در بازی رفت تیم سنت نفت آبادان 2-0 استقلال رو در آبادان شکست داد.
الان با همون اختلاف گل یعنی 3-1 تیم استقلال نفتی ها رو فعلا برده. ضربه کورنر برای نفتی ها که حالا اونها هم تعداد کورنر هاشون بیشتر و بیشتر میشه. الان با این کورنر فکر میکنم مساوی شد کورنر هاشون. دقیقه 61 بله 9-9 مساوی تعداد کورنر های دو تیم. در یک بازی که 60 دقیقه داشته 18 تا کورنر زده شده. نشون میده که توپ اکثرا روی دروازه ها بوده. یه بار دیگه محمدی دهمین کورنر رو به آبادانی ها میده. مومنی با شماره 6 برای آبادان. حرکتی که صادقی انجام داد و یه خطا به نفع تیم فوتبال صنعت نفت آبادان شکل میگیره. محمدی خیلی راحت توپ میگیره. استقلال در مقابل نفت تهران هم در آزادی در بازی برگشت 3-1 پیروز شد. بازی رفت و 0-0 کرده بود. یه فرصت، یه موقعیت خوب، آرش برهانی ضربه رو میزنه. هنوز هم آرش فرصت داره اما توپ از کنار دروازه به بیرون میره و اوت میشه. آرش برهانی میتونست گل خودش رو به ثمر برسونه. واقعی پاس قشنگی به او داده شد. ضربه ای که میزنه خوری خوب مقاومت کرد و در نهایت هم ضربه آرش به بیرون رفت. پاس عالی ایمان مبعلی. دو پاسور و دو تقسیم کننده با تکنیک و با شعور دارن استقلالی ها، ایمان مبعلی و مشتبه جباری که واقعا میتونن فوروارد های خودشون رو خوب صاحب توپ بکنن. محمدی توپا میزنه. استقلال بهترین پیروزی فصلش رو در مقابل پیکان داشت با نتیجه 3-0 که در همین ورزشگاه آزادی کسب کرد. وحید طالبلو دروازه‌بان آرام تیم استقلال روی نیمکت که بازی رو نگاه میکنه. صادقی چقدر خوب میندازه و چقدر خوب عوض میکنه بازی رو به اون سمت، اما از اونجا خراب میکنن یاران استقلال و توپ از اختیار آرش برهانی در میاد. فرهاد مجیدی حالا شاید خط دفاع خسته صنعت نفت در مقابل فرارهای فرهاد دچار مشکل بشه. ملاحظه میکنید فردا ساعت 7 نفت تهران با پرسپولیس بازی خواهد کرد. مجیدی پاس به عقب با آشوبی، شیرزاد، مبعلی، شیرزاد، شهریاری، مبعلی کمی عقبتر، آشوبی، شیرزاد، سید صالحی. حرکت شیرزاد ادامه داره تا در نهایت توپ به نفع آبادانی ها به بیرون بره. ملاحظه میکنید باسم وحید طالبلو رو و هوار مولا رو که کنار او نشسته. نوید کیا وسط زمین که او رو اینطوری میزنن. روحلا مزد میخوام پچاچیان و باز هم رسول نوید کیا صاحبتون. تراوره واقعا من نمیدونم چرا اصلا تو زمین داره بازی میکنه. عیسی تراوره هیچ کاری انجام نداره، همین که توپو میگیره فورا خراب میشه. مجیدی جباری یه لحظه کنترل میکنه، بلافاصله دوباره توپ به ایمان مبعلی. آشوبی، جباری حرکت خوبی رو شروع کردن استقلالی ها. به سمت دروازه یه موقعیت، یه پاس به جلو، یه ضربه و توی دروازه. فرهاد مجیدی نرفته تو زمین، گل هم میزنه.
سرعت زیبای او و تکنیک بالای او و قدرت گلزنی خوب او استقلال رو به گل چهارم میرسونه. در این فصل در این ورزشگاه استقلال یه بار به چهار گل رسید. بازی عجیبی که سه هیچ از سپاهان در نیمه اول عقب افتاد و بعد در نیمه دوم چهار تا زدن و چهار سه اون بازی رو بردن. بعد از اون بازی این اولین باریه که استقلال در آزادی به گل چهارم دست پیدا میکنه و داره یکی از بهترین پیروزی هاشو تجربه میکنه. اینا میگم جالبه که از این گل‌ها آرش برهانی هنوز سهمی نداشته، کسی که اگه یه گل تو این بازی بزنه میشه در کنار عنایتی مرد اول گلزنی لیگ برتر در تاریخ 10 ساله خودش. نوید کیا پشت دفاع یه پاس خیلی خوب میندازه برای استفاده پاچاچیان که او هم به توپ نرسید. 67 دقیقه گذشته و استقلال 4-1 از سنت نفت جلوه. واقعا سنت نفت اگه میتونست از بازی‌های خارج از خانه خودش با این امتیازهای زیادی که از دست داده حداقل فقط 10 امتیازش رو میگرفت، الان وضعیتش در جدول حتی به عنوان یک تیم سهمیه‌ای برای رفتن به آسیا هم مناسب بود، چون ها واقعا در خانه خیلی خوب بازی میکنن و خوب نتیجه میگیرن. عمرانزاده سنت نفت برای فصل آینده باید به فکر بازی‌های خارج از خانه هم باشه. حرکت برای بازیکن استقلال. جباری یه بار یارش برهانی با تکنیک خوبی پاس به عقب، یه پاس به جلوی دیگه، یه ضربه دیگه، باز هم فرصت و حالا گل پنجم. سید صالحی گل پنجم رو میزنه. این از هر نظر بهترین نتیجه استقلالی هاست، هم از نظر اینکه برای اولین بار در فصل به گل پنجم میرسن، همین که فاصله گلیشون چهار گل میشه با حریفشون. از تفاضل گل هم الان استقلال مثبت 17 شد. زبهانی که مثبت 15 بود حالا از تفاضل گل هم نسبت به استقلال کم میاره. 58 امتیاز برای استقلال، 61 امتیاز برای سپاهان. شاید یه بازی رو در رو بین استقلال و سپاهان میتونست فینال این فصل باشه که خب نیست، سپاهان با پرسپولیس رو در رو خواهد بود. دفته یکی به آخر سپاهان با پرسپولیس داره. پاچاچیان حرکت خودش رو انجام میده، کورنر میگیره. با فوتبال ذاتی، هجومی و رو به جلوی خودشون سنت نفتی ها میلی به دفاع ندارن. جباری از بازی بیرون میاد، بازی خوبی رو از او دیدیم و تعویضی که برای استقلال انجام میشه و یارا شماره 14 کیانوش رحمتی به بازی میره. کارلوس کیارش هم در ورزشگاه آزادی هست و از نزدیک داره بازی رو نگاه میکنه، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران. شاید بازی خوب مشتبه جباری و حضور کرش البته باعث شده که جباری انگیزه زیادی داشته باشه. عمرانزاده غلام پیروانی هم دیگه کاملا سگرمه هاش تو همه. عبدالله ویسی هم تو ورزشگاه آزادیه. پژمان منتظری هم که تو این بازی حضور نداره میبینید در ورزشگاه نشسته و کنار عبدالله ویسی هست. آقای محسن ترکی داور بازی
که به خوبی از عهده قضاوت بر اومده، هم او هم کمکاش حسن کامرانی فر و آقای خانبان و دوباره چهارم آقای موسر رضا ارغوانی بودن. نفت یک تعویض خواهد داشت، یا شماره 19 رو ببینید. سجاد مشکل پور آماده است تا به بازی بیاد. تراوره که تو تعویض قبلی بیرون رفت و حالا این بار هدایت شهریاری بیرون میره. نفتی ها باید به دنبال بازیکن بومی از خوزستان غنی و پر از استعداد و بازیکن جوان باشن. فرصت برای این تیم به دنبال زدن ضربه که به بالای دروازه میره. میخوان مغلوب سربلندی باشن و دائم حمله بکنن تا با دفاع مطلق بازنده این بازی نباشن، که انصافا هم همینطور بوده. سنت نفت هرگز پای عقب نگذاشته، پنجه که عقبه، ولی به هر حال بازی خودش رو به عنوان یک تیم هجومی انجام داده. 72 دقیقه، هنوز فرصت زیادی تا پایان بازی باقی است و چه بسا تعداد گل‌ها در این بازی بیشتر هم بشه. یه فرصت خوب، پچاچیان ببین چه کار میکنه. اگه یه قدم جلوتر بود میتونست گل دوم سنت نفت رو بسازه. شیرزاد، آشوبی، موب علی، حالا با رفتن جباری او شده نفر اول خط میانی استقلال. استقلالی ها در جام باشگاه آسیا هم دو بازی خیلی سخت دارن، یکیشون با صد قطره صدرنشین گروه، یکی هم با النصر عربستان تو همین ورزشگاه، که واقعا امیدواریم تو اون بازی ورزشگاه آزادی دیگه جای صندلی خالی نداشته باشه و ایرانی ها برای حمایت در مقابل تیم عربستان به ورزشگاه آزادی بیان. همینطورم بازی پرسپولیس با الاتحاد که اون هم میتونه بازی مهمی برای دیگر تیم ایرانی ما باشه. نیمکت ذخیره های صنعت نفت میبینید آقای پارا یکی دو تا بازی به عنوان سرمربی کار کرد، از اول فصل البته سرپرست بود و حالا دیگه غلام پیروانی به عنوان سرمربی کار میکنه. آشوبی، چه نفسی داره این تماشاچی استقلال که خودش از اول بازی تا حالا یه تن شعر خونده و بقیه طرفدارا پشت سرش اشعار رو تکرار کردن. تشویق گرم طرفداران استقلال از تیمشون که پنجه که از صنعت نفت جلو افتاده و پرویز مظلومی که عرض کردم قبلا مربی صنعت بوده، فکر میکنم وقتی که مربی صنعت بود استقلال را هم برد. در بازی رفتم که 2-0 به صنعت در آبادان باخت. بچاچیان پرتحرک و هنوز هم با انگیزه بازی میکنه. آل خمیس، مرداسی، مانبینی، یه پاس خوب، فرصت برای نفتی ها. حالا از راه دور ببینیم چی کار میکنه با این تو. ضربه رو میزنه ولی نویدکی ها یه مقدار دروازه رو بزرگتر از حدش دید. مشت محمدی نویدکی ها رو ببینید، چون دروازه نبود خواست بندازه پشت سر محمدی ولی اون رو هم دقیق ارزیابی نکرد. همین بازیکن رسول نویدکیا، مثل برادرش با تکنیک و تاثیرگذاره. به دقیقه 75 میرسیم. رحمتی، کیانوش رحمتی توپشو میگیرن. سید صالحی، آشوبی، مجیدی با گام‌های تند و تیز خودش یه پاس به بیرون میندازه ولی نفتی ها زودتر به توپ میرسن. مشتبا جباری هم
روی نیمکت ذخیره های استقلال میبینید که نشسته و پاشو بانداش کرده تا آرامش بیشتری داشته باشه. رحمتی به سمت دروازه، باسم حرکت از یاران استقلال، آرش برهانی که راهش بسته است و توپ از اختیار او در میاد. میبینید اینجا هر کاری خواست بکنه آرش که ردش از مدافع آبادان نتونست. پاس به جلو، فرصت برای یاران صنعت نفت. سید صالحی یه پاس به جلو، یه حرکت خوب و تکلی که امیر حسین صادقی میزنه. بلافاصله بازی از عرب و باجاچیان، دوباره باجاچیان برای عرب، عرب به عقبتر به یاره شماره 6 مومبینی، نوید کیا، باجاچیان. واقعا از هر دو تیم بازی هدفداری رو دیدیم. ما معمولا در فوتبال خودمون دو یا سه بار بیشتر تیم بازیکن نمیتونن به هم دیگه پاس بدن، ولی تو این بازی هم آبادانی ها هم استقلالی ها حداقل پاساشون به 8 9 10 مورد هم میرسه. شیرزاد یه بار دیگه حرکت از سید صالحی، میخواست بره به تو و به عمق خط دفاعی صنعت نفت بزنه که راهشو بستن در دقیقه 77 بازی. شیرزاد میندازه برای موب علی، موب علی یه نفر جا میذاره، اعلام خطا. حالا موب علی خودش دیگه این توپا کاشته میشه برای ایمان موب علی، بازیکنی که از این زاویه به خصوص خیلی خوب میزنه. نگاه میکنیم از این زاویه ببینیم چگونه با چه کاتی و با چه نوع ضربه ای موب علی خواهد زد، اصلا مستقیم میزنه یا پاس میده. واقعا بازیکن پاساری است. در جام ملت‌های آسیا در قطر هم یادتون میاد تقریبا از همین زاویه دروازه عراق رو باز کرد. عیناً با یه همچین ضربه ای فرصت بود برای یاران استقلال تا به گل ششم برسن. حالا حمله و ضد حمله تیم صنعت نفت. برمیگردن. تعدادشون خیلی زیاده. الان 6 نفر از صنعت نفت در زمین استقلال هستن. فرصت هست برای گل دوم اونها به سمت دروازه برای یار شماره 9 که تازه وارده. ولی برمیگرده. حالا اونها جا موندن و تو ضد حمله میتونه استقلال به گل ششم برسه. ببینیم استقلال چیکار میکنه. آرش برهانی خطا. داور یه دست به جیب میشه یا نه؟ چون به هر حال میتونست بره و حتی تک به تک بشه. بله، کارت زرد برای بازیکن صنعت نفت آبادان. نگاه میکنیم صحنه ای که به کجا انجام و این هم ضربه که ایمان موب علی زد. بهوری درسته 5 تا گل خورده ولی حداقل جلوی 5 6 تا گل گرفته. رسول میرطرقی رو میبینید که کارت زرد گرفته به خاطر خطایی که به آرش برهانی مرتکب شد. آفساید نبود و کار دنبال میشه. روح الله عرب عوض میکنه بازی رو میاره سمت چپ به جایی که بازیکن تازه واردشون حجت چهارمحالی اونجاست. یه فرصت، حالا در محبت جریمه به بیرون میفرستن. موقعیت هست برای شریفی نسب و خطایی که بازیکن نفت مرتکب میشن. آشوبی دار استقلال با این پیروزی و با دوم شدن در جدول خیال خودش رو از سهمیه آسیا راحت میکنه. حالا جنگ میمونه بین زباهن و تراکتور سازی و پرسپولیس.
ضربه یاران صنعت نفت. البته جام حذفی هم خب حتما می‌دونید هست. استقلال در نیمه نهایی با ملوان باید بازی بکنه. اونور هم پرسپولیس در یک چهارم با سپاهان. بعد اگر ببره در نیمه نهایی با فولاد و فینال به حال احتمال داره که استقلال و پرسپولیس شاید با هم بازی بکنن. معلوم نیست و هیچ اتفاقی دور از ذهن نخواهد بود در جام حذفی. صادقی خودش پا به توپ جلا میره. برای آرش برهانی فرصت برای آرش، از این آخرین موقعیتش هم استفاده نکرد. یه لحظه هم پیراهن او به نظر میرسید که کشیده شد ولی او بازی رو ادامه داد. نگاه کنیم، آفساید که نبود، اینجا بود که پیراهن آرش رو کشیدن، اما او هم ضربش رو خیلی بد زد، باید رو زمین میزد. یه موقعیت دیگه برای صنعت نفت آبادان و حالا توی دروازه تیمی که حمله میکنه گل میزنه. نشون از قدرت روحی بازیکن صنعت نفت آبادان داره، تیمی که اصلا پا عقب نگذاشت و اصلا عقب نشینی نمیدونن چیه، فقط حمله میکنن و با بازی با تکنیک خودشون رو به جلو بازی میکنن. 5-2 بازیکن تماشاچی استقلال شعار معروف طرفداران تراکتور سازی را میدن در ورزشگاه آزادی که ایبی نداره، ایبی نداره، البته به زبان آذری. اینجاست ضربه‌ای که روح الله عرب میزنه و بالاخره دروازه استقلال رو هم تو این بازی باز میکنه. سه گل اختلاف دو تیمه. به نظر میسه آبادان میخواد تعویض دیگری رو انجام بده. هنوز چیز حدود 10 دقیقه تا پایان بازی فرصت باقی است. سید صالحی شیرزاد آشوبی استقلال میخواد یک جوان رو به بازی بفرسته، فردین آبدینی رو. آفساید، آفساید فرهاد مجیدی. حالا صنعت نفتی ها رو به آفساید گیری آوردن. در مقابل خط حمله سری استقلال شاید روش خوبی نباشه. مبعلی، رحمتی، مجیدی، برهانی، مجیدی پشت دفاع حرکت میکنه، به جایی نمیرسه و حسن حوری به توپ رسید. پاچاچیان حرکت حجت چارمالی برای رفتن به سمت دروازه استقلال که مبعلی میگیره. سید صالحی حالا میتونه یه کار تاکتیکی از بازیکن استقلال تیم به گل ششم برسونه. مجیدی برهانی میره به کمی عرض تا اونجا بتونه از این توپ استفاده بکنه. عقب‌تر کیانوش رحمتی اون فرصت خوب از دست رفت، حالا دوباره یه فرصت دیگه هستن بازیکن استقلال، نشد، اون هم اصلا نشد. حالا بچه چیان به دنبال ساختن فرصت برای صنعت نفت. شیرزاد توپو میگیره، مبعلی، کیانوش رحمتی خیلی راحت توپو از دست داد. 7 گل در بازی استقلال و صنعت نفت آبادان. تعویض هم میبینید آشوبی بیرون خواهد آمد و فردین آبدینی به جای او به بازی میره. آشوبی دست میزنه برای بازیکن جوان، در واقع به او روحیه میده، کار خوبی که با
بازی که با تجربه استقلال برای اون بازیکن جوونشون انجام داد. کیانوش رحمتی، مجیدی، سید صالحی، حالا آرش برهانی میره تو نوک حمله قرار میگیره و عابدینی جای آرش برهانی قرار گرفته. مجیدی کمی عقب‌تر آمده، به حال آشوبی نیست و مجیدی حالا میتونه وظیفه کافبک رو به جلو رو ایفا بکنه. پشت دفاع استقلال خیلی راحت توپ به امیرحسین صادقی و بعد محمد محمدی میرسه. سید صالحی، شیرزاد با فرهاد مجیدی، برهانی، مجیدی، یک دوی خوب، حالا عابدینی، یه فرصت خوب برای استقلالی ها و برای گل ششم خودشو. این جوان میتونست اینجا با این گل روحیه بیشتری بگیره. نکوید پاسای تکسر و تماشایی بازیکنهای استقلال و ضربه نهایی عابدینی که تمام کننده نبود. زیگزاگ خوب پاسکاری کردن بازیکنهای استقلال با هم. هر موقع به بازی آمده به عنوان بازیکن ذخیره و جوان خوب کار کرده عابدینی. چرا یوگن گیده رو هم میبینید از مربیان خارجی حاضر در فوتبال ایران در سالهای دور در تیم مثل کشاورز و به هر چندین تیم دیگه هم حضور داشت. یوگن گیده ضربه از محمدی، دفاع میکنن بازیکن صنعت نفت. آل خمیس، شریفی نسب، 88 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. 5-2 برای استقلال. روح الله عرب، فوتبالی گرم و پر انرژی، بدون حاشیه، بدون جنگ و دعواهای مرسوم این روزهای فوتبال ایران. خیلی فوتبال تر و تمیز و شسته رفته ای بود که دو تیم استقلال و صنعت نفت در مقابل لیگان تماشاگران کم تعداد آزادی به نمایش گذاشتن. موب علی، فکر می‌کنم چون به زمان روحانی و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران هم نزدیک شدیم به پخش شبکه 3 خواهیم رفت. با ندای خوشتنین الله اکبر همراه خواهیم بود و اگر فرصتی شد بعد از اون با ادامه گزارش فوتبال من در خدمت شما خواهم بود. بله خب دقایق پایانی بازی رو در خدمتتون هستیم با گزارش این مسابقه. دیداری که دقیقه 90 مش هست و استقلال با سابقه 5-2 تیم صنعت نفت رو پشت سر گذاشته در روزی که استقلالی ها خیلی خوب همدیگه رو پیدا میکنند. یک حرکت از فرهاد مجیدی میاره پشت محوطه جریمه، موقعیت هست برای بازیکنان استقلال. این بار از سمت چپ میخوان به دروازه نزدیک بشند. خوب استقلال فشار آورده به روی دروازه تیم صنعت نفت. شیرزاد حرکت میکنه پشت محوطه جریمه، حالا این بار ایمان موبلی از همون زوایایی که خوب سان میکنه میفرسته برای دروازه. بازیکن سنتر روی توپ اثر میذارن. حالا این موقعیت اون طرف برای آرش برهانی که به توپ نمیرسه.
بله ادامه بازی رو با گزارش آقای خیابانی می‌بینیم و اینم گل بعد. یه ضربه آکروباتیک خیلی قشنگ می‌زنه آرش برهانی. آرش برهانی 87مین گل خودش رو چه جوری می‌زنه و چقدر هم قشنگ می‌زنه. حالا او با رکورد رضا عنایتی برابره. ششمین گل استقلال قشنگ‌ترین گل استقلال شد. نگاه کنیم. این سانتر از بازیکن استقلال. ضربه سر فرهاد مجیدی، یه قیچی برگردونه قشنگ از آرش برهانی و حساب کار 6-2 میشه. فوق‌العاده زد توپش رو. نتیجه باز دوباره به 4 گل اختلاف برای استقلال میرسه. بهترین و پرگلترین بازی استقلال در این فصل. شریفی نسب، موقعیت برای یاران صنعت نفت. حالا پاس به بیرون. دیگه تبدیل به بسکتبال شده این مسابقه فوتبال، هر کی میاد تا در محوطه جریمه حریف صاحب گل بشه. باز هم شیرزاد. غلام پهلوانی یه بار دیگه باخت تلخی رو در تهران تجربه میکنه. بار قبل 5-1 به نفت تهران باخت. پچاچیان. نفتی ها به دومین باره که 6 گله میشن، چون ها در مقابل زباهن هم در اصفهان 6-0 باختن، اینجا 6-2 باختن. سنگین ترین شکست اونها نیست. یه شوت از راه دور، شوت که چه ارز کنم، یه ضربه کمجون از راه دور به جایی هم نمیرسه و توپ بیرون میره. 5 دقیقه وقت طرف شده داریم که 2 دقیقه گذشته. محمدی مرداسی برای استقلال، ضربه از صادقی. حالا شیرزاد، خوب بازی کرده جواد شیرزاد برای استقلال. برهانی، یه پاس برای فرهاد مجیدی. حالا موقعیت هستی تره برای ست صالحی، دوباره مجیدی. استقلال هست و گل هفتمی که بینه میزنه یا نه. مجیدی نذاشت تو باب دینی برسه، میتونست اون جوون رو صاحب گل بکنه حتی فرهاد مجیدی. یه ضربه هم از راه دور که ثمری نداره. ضربه از حسن حوری. در مرکز زمین فرصت برای بازیکنان استقلال بود که البته خطایی انجام شد. پرویز مظلومی که بهترین برد فصلش رو گرفته و یکی از بهترین پیروزی های شاید تاریخ مربیگری فوتبالش رو. زمینه که آرزو میکنم طاعات و عبادات مردم مسلمان و خداجوی کشور مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. شبکه 3 سیما به برنامه فوتبال برتر. دوباره ورزشگاه آزادی آمدیم. استقلال گل ششمش رو زد. نگاه کنیم، فرهاد مجیدی پاس داد و آرش برهانی خیلی قشنگ هم زد. اینجاست اون گلی که به ثمر رسید. پاس تماشایی یاران استقلال، ابتدا ضربه از سید صالحی، مجیدی و یه گل برگردون تماشایی از آرش برهانی که بالاخره به گل 87مش در لیگ برتر رسید. الان آرش برهانی و
رضا عنایتی با هم 87 گل هستند در لیگ. نگاه میکنید، البته بعدش هم تازه استقرار فرصت برای گل هفتم هم داشت که فرهاد مجیدی اونو از دست داد. بهار در حالی که دقایق پایانی که هیچی گذشته، ثانیه های پایانی رو داریم دنبال میکنیم، استقلال 6-2 از نفت جلوی و چهره آرش برهانی رو میبینید. بازیکنی که رکوردهای زیادی در استقلال داشته، یه هتریک 9 دقیقه‌ای هم در مقابل پیکان داشت که یکی از بهترین بازی‌های خودش رو اون سال انجام داد. سنت نفت آبادان یه بار دیگه 6 گل خارج از خانه دریافت میکنه، در مقابل زباهن هم 6 تا خورد. موقعیت برای بازیکن سنت نفت، موقعیت دارن، یه حرکت میتونست به گل سوم برسونه این تیم رو. کار خوبی از بازیکن سنت نفت دیدیم، برمیگرده دوباره مرداسی، مومینی هم اونجا حضور داشت، حالا باز هم سانت توپ، ضربه از 4 محالی. واقعا به هیچ تعارفی، به هیچ شک و تردیدی به بچه های خوب تیم سنت نفت آبادان من خسته نباشید میگم. اونها در که میتونستن بیان و ضد فوتبال رایج رو انجام بدن، مردانه بازی کردن، رو به جلو با یک بازی سالم، واقعا سالم بازی کرد سنت نفت. درسته 6-2 هم تا اینجا عقبه، ولی خب در فوتبال تیم سنت نفت نباخت و پیروز بود. امیدوار هستم که از تماشای این بازی راضی شده باشید. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و دوست عزیزم پیمان یوسفی در حضور شما خواهد بود، در حالی که گل‌ها رو با هم مرور می‌کنیم.